این گردن بندم، من این وسایلی که دارم مثلا نمیدونم از کجا اومدم، برام همینطور برام این میاره اون میاره، زیاد اصلا پول براشو ندادم. گفته زیبا، تو توی یه سری از صحبتات مطرح کردی که هر کاری رو انجام نمیدی، حتی مثلا نرفتی سیگار بفروشی چون حس میکنی که انرژی منفی وارد کائنات میشه. خب تو که انقدر اسرار مردم رو فاش میکنی و باعث طلاق و جدایی ها میشی، این بار منفی نداره به انرژی منفی تو کائنات نیست؟ ببین، من هر کسی یه ملاک و معیارهایی برای خودش داره. ممکنه یکی اصلا بره سیگار فروشی رو دوست داشته باشه، بره انجام بده، بگه چون خودم هم سیگار میکشم اتفاقا کمکم میکنم به سیگار فروشا، خب بره انجام بده. من چون سیگار نمیکشم و سیگار فروشی رو هم قبول ندارم و معتقدم که این داره در واقع با یعنی سردسته اعتیادها سیگاره، خب و من دوست ندارم که خودم به اون چیزی که خودم قبولش ندارم صرف برای پول به دست آوردن این کار انجام بدم، به خاطر اینکه برام پول ابزاره، نمیخوام که پول برام هدف باشه. چون به پول احتیاج دارم، هدف بیاد وسیله رو توجیه کنه. نه، وسیلم باید طوری باشه که در راستای اعتقاد من باشه، در راستای اون چیزایی که من قبول دارم هست، اون چیزایی که حس میکنم که میتونم ازش دفاع کنم. نگم نه، حالا به خاطر هدفم اومدم مثلا یه دروغ مصلحتی گفتم. نه، وقتی من دروغ رو قبول ندارم، نباید اینو بیام توجیه کنم، بگم برای چی، برای چی، برای نه، وسیلمونم باید درست باشه. حالا برگردیم به برملا کردن رازها. برملا کردن رازها رو که من اصلا معتقدم که یکی از مراحل بالای تعالی انسانه، یعنی یه استوری هم اینجا دارم، یه دارم که میگفتم جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. کی بود؟ منصور حلاج. یعنی یکی از مدارج بالای تعالی انسانی رو من این میدونم که بارهاشو از رازها برداره و به دیگرانم کمک بکنه این بارها رو بذارن و اون چیزی هم از اسرار که معتقد هستیم که ما باید حفظش کنیم و اینها، هر چقدر اون افرادی که این اسرارها رو دارن نگاه بکنیم ببینیم که برای چی، از چی میترسن، ریشه اون رو از بین ببریم و بهش کمک بکنیم که با به این وابسته نباشه. برای همین من در تمام تراپیام وقتی اساس رو گذاشتم راز نداری، خب وهله اول درد داره، طرف میگه وای شوهرم اینجوری بفهمه چی، مثلا من با یه مرد دیگه بودم. خب من اینو به یه جایی میرسونم که پیامد اون کارهای خودش رو بتونه عهدهدار بشه. کار من برملا کردن اسرار منجر به طلاق شده، به جدایی شده. خوشحالم به خاطر اینکه اساس راستگویی، اساس این یگانگی و اساس این که ما روانمون آروم باشه به اون ارجحیت داره که ما ظاهرا هم دیگر رو نگه داریم و بعد بگیم خب من و زن و شوهر هستیم. نه، اونا اصالت نداره، اصالت اون روان ماست که باید همیشه آروم باشه و این رو ما میخواییم به همه برسونیم که به این آرامش درونی برسن. گفته من هر وقت دعوا میشه خیلی ناراحت میشم، چی کار کنم که موقعی که یه دعوای اتفاق میفته و صدای دعوا رو میشنوم، ناخودآگاه انقدر ترس منو برمیداره که نمیتونم حتی تو اون دعوا برخورد درستی بکنم، به اینکه اصلا کی درست میگه، کی غلط نادرست میگه، و اینکه انقدر دچار احساسات و اموشن میشم و حتی سردرد و میگرن و تمام اینها از اون ترس برای من میاد. چون خانوادم
یعنی شوهر سابقم خیلی از این مسئله من رو تحت فشار قرار داده بود، همیشه تا دعوا میشه اصلا ناخودآگاه اصلا اونا تداعی میشه، تمام مسائل گذشتم میاد و اینکه بدن من واکنش های خیلی منفی نشون میده. نظر من اینه که البته آستانه تحمل خودمون رو باید بشناسیم. باید بدونیم که خب من الان توی دعواهای مختلف اول خودم هستم. اگر دیدم در یک دعوایی که بین مثلا زیبا و مثلا ایکس صورت گرفته، اصل خودمم. برای همین باید نگاه بکنم ببینم چقدر من توانایی دارم که در این صحنه باشم. آستانه تحمل خودم رو نگاه کنم، متناسب با اون برم جلو. و اگر دیدم که اذیت دارم میشم بالاتر از اون که بدن من الان ممکنه دچار واکنش های تندی بشه، سریع خودم رو باید از این بکشم عقب. باید اول خودتون رو اصل بدونید که آرامشتون حفظ بشه. برای همین نگران اون دو نفر نباشید. وهله اول، اول خودتون هستید و در جایی بیایید جلو که بتونید از عهدهش بر بیایید، نه اینکه خودتونم آسیب ببینید. اما یک موردی هست که ما در یک جاهایی، در یک دعواهایی، مثلا فرض کنید که دو نفر با هم دعوا میکنن، حالا پدر مادر یا فلان یا هر کسی، یا محل کارمون رئیس با نمیدونم با یه کارمندی دعوا میکنه، دو تا کارمند با هم دعوا میکنن، ما اینجا از دو موضع متفاوت اینجا از اونها ممکنه دفاع کنیم. یکی موضع منافع شخصیه، منافع مادیه. مثلا فرض کنید رئیس من داره با کارمند دعوا میکنن، من ناخودآگاه و خودآگاه از رئیسم دفاع میکنم. چرا؟ چون منافع مادی من توی اون هست و منافع مادی من اینجا به من میگه که خب بابا جان میرم ناخودآگاه و خودآگاه، دیگه دوتاش با هم میکسه اینجا و از اون فرد دفاع میکنم. من میگم در خیلی از مواقع این رو باید همیشه یه فردی تو وجود خودمون باشه که دقت بکنه ببینه که آیا ما روی صرف منافع مادی خودمون دفاع میکنیم یا اینکه اساس اون حقیقت رو در نظر میگیریم. یه موضع دیگه هم هستش که من اونم نقد میکنم، موضع منافع مادی نیست، موضعیه که ما ترس از دست دادن فرد رو داریم و این خیلی وقتا در خیلی از مواقع من خیلی جاها دیدم که طرف مثلا میدونه که من حقم، مثلا حق منم، ولی با وجودی که دوتایمون رو دوست داره ولی از اون طرف دفاع میکنه. حالا میدونی علتش چیه؟ به خاطر اینکه احساس کرده که اگر از من دفاع نکنه، از اون دفاع بکنه، اون فرد نمیره، اون از دست نمیده. ولی اگه از من دفاع نکنه، میدونه که من از دست در هر صورت نمیده، چون من بهش یه احساس امنیت قوی دادم که منو میتونی کامل نقد کنی. ولی خیلی وقتا خیلی از روابط ما این احساس امنیت رو ایجاد نمیکنن تو روابط که طرف بتونه نقدش کنه. به خاطر این چنان با یک برخورد اموشنال و هیجانی برخورد میکنن که انسان ترسش رو میاد. این دوتا موضع ضعف ماست که من خواستم اینو اشاره بکنم و بهتون بگم که وقتی در یک دعوایی میخواهید که یا از یک کسی دفاع کنید، به خودتونم برگردید ببینید از چه موضعی هم دارید دفاع میکنید. یه وبلاگی داشتم که 15,000 تاش حالا کک شد، حالا کار ندارم، 15,000 تا مثلا کامنت داشت. از این 15,000 تاش 13,000 تاش فوش بود، بد و بیرا. من هیچ کدوم رو حذف نکرده بودم، یه سری بچه ها اصلا به خاطر این فرشا میمدن. خب اونم جامعه شناسیه دیگه، بارها بهتون گفتم که اینم جامعه شناسیه.
میگه شاش میزنه پوستت خوبه. خب امرو این هفته هم که متوجه شدید دیگه، هر جایی رو باز میکردید در رابطه با شاش، نمیدونم بی بی سی گفته بود، اون یکی گفته بود، چی گفته بود. من فقط میخوام براتون توصیه کنم که خیلی خوشحال شدم از اینکه این جنبه مطرح شد. من که خب این مسائل مطرح کرده بودم و هی میگفتن زیبا شاشو فلان بهمان اینا، مهم نیست. من این چون یه همچین مسائلی همیشه باید یه پیشگامی داشته باشه دیگه، ولی کلن بچه ها اصلا بحث سر این نیستش که شاش خوبه یا بده یا فلان. اصلا یه نفری اصلا میاد یه تزی میده، میگه که من میتونم با نخود مثلا فرض کن اصلا یه هواپیما درست کن، اصلا چرت ممکنه باشه دیگه. قبل از این که شما بخواید اینو مسخرش کنید، باور کنید من اینو توی سمیناری رفته بودم، تو اون سمینار همیشه میگفتن که اولین مرحله روزی که هست، شما یه سمیناری برای کار بود، ببینید برای کار یه پیشنهاد خیلی جالبی میکردن، میگفتن که روز اول شماها یه طرحی رو ارائه میدید، هر کسی هر طرحی که حتی چرت ترین، مسخره ترین، خنده دار ترین طرح هم داره، هیچ کسی نباید نقد کنه، شما فقط میشنوید. بچه این چیزی که میگم خیلی نکته مهمیه. شما وهله اول اصلا بیاییم یک کسی میگه اصلا مزخرفترین تره داره میخواد بده، بشنوید کسی که وادار نکرده که شما اونو قبول کنید، که بشنوید تا ببینید که اصلا بعد بخندید. مسئله نیست، شاید در بین همین حرفایی که اینا میزنن بخشی از این حقایق باشه. اون موقعی که گالیله اومد گفت زمین گرده، اینقدر مسخرش کردن، اینقدر توبیخش کردن، آخر سر محاکمش کردن و آخر سرم وادار به توبهش کردن، آخر اومد گفت بابا من غلط کردم گفتم که زمین گرده. مجبور شد دیگه، مثل خیلی وقتا که آدما میبینه که دیگه چیزی میگه بابا غلط کردم ولم کن. خب حالا شما ببین یه نفری اصلا در مورد شاش اومده یه نظری داد، مثلا میگه اون خانومه کی بوده عکسشو گذاشتن بودن با شاش، نمیدونم خوشو لاغر کرد، شاش خورده نمیدونم چند کیلو لاغرش، اون یکی نمیدونم پوستشو خوب کرد. منم رفتم خوبن کتابشو که دیده بودم، نمیدونم کتابش کجا سالم، من خوش آمد گفتم بذار بخونم ببینم چیه دیگه، هم کسی که وادارم نکرد که همین الان بیام برم شاشه رو بخورم یا شاشه رو بمالم، بخونم بشنوم چیه. خب بعد میبینی که در بین اینها شما مردمی، اکثریت مردم ما دنبال مسخره کردن و تمسخر دیگران هستن و این واقعا خودتون رو محروم میکنه از اینکه یاد بگیرید چیز جدیدی رو. اینو واقعا توصیه میکنم حداقل بشنوید، کسی شما رو وادار نکرده که شما بیایید نمیدونم شاشو بخورید یا نمیدونم انو فلان کنید بهمان کنید، ببینید چیه دیگه. منم اون اوایل البته میشنیدم یه حالت مشمئز کننده به من دست میداد. من یه مشاوره در رابطه با همین کسی داشتم، اسکت سکس که مثلا مدفوع اینا رو میخوردن، هنو میخوردن فلان اینا، خب من حالم بد میشد. یا یه دختری بود اینجا از هامبورگ اومده بود پیش من، میگفت دوست پسر من چندین بار اینو گفت، من این کارو کردم ولی دیدم ازش داره بدم میاد، گفتم اگه میخوای من ازت بدم بیاد این کارو بکنم، که اونم خب قبول نکرده بود، گفته بود ولش کن دیگه. به هر حال یه همچین مشاورایی که ما میخوایم بشنویم که نباید بزنیم تو سرشون، که باید بشنویم ببینیم چی میگه، چی شده، چه حرفی داره، چرا. با همینا راه رو باز میکنید خودتون تازه ها و مسائل جدید رو بشنوید. اینم از این که خواستم بهتون بگم که این داستانی که در رابطه با شاش را افتاده خیلی جالب بود، حداقل به نفع من بود. همه که میگفت از زیبا شاشو دیدن که نه بابا، از چیزای بزرگ نمیدونم فلانی مدل، فلانی فوتبالیسته، فلانی نمیدونم چیه، نمیدونم آدمای مهم، ما هم که آدمای معمولی این حرفو بزنن نمیپذیریم، حتی مسخرش میکنیم. تا یه دونه مثلا آدم مهمی بیاد این کارو بکنه،
مثلا من خودم اولین زن ایرانی بودم، عکسای برهنم پخش شد، آقا فوش فوش چقدر فوش به من دادم. تا گلشیفتی این کار، حالا نیمه برهنه گلشیفته رو من کامل برهنش رو ندیدم، ما که چقدر 10 تا 20 عکسای خودمون رو تو مناطق لختی ها پخش کردیم. سال 2000 و یه سال 2000 رو فکر کنم 11 بود، یه سال بعدش گلشیفته که این کارو کرد، همه او نه بابا برهنگی و فلان و بهمان و یه ذره دیدن گلشیفته آخه خب دیگه هنرمنده، هنر پیشه است و اینا. خوب شد البته به نفع من، حداقل یه ذره از اون بار فوشا کم شد، ولی منظورم اینه که بابا اینجوری انقدر آدماش نگاه نکنید، به آن چی که میگه نگاه کنید. عکس برهنمو که میگه که راست میگه، عکس برهنه من پخش همه جا تو لایو هم بیام نشون بدم، یعنی انقدر مهم نیستی که برای تو بخوام یه چیزی نشون بدم، بیا برو تمام فیلم های برهنه منو همه دارن دیگه، انقدر پخش شده که میلیونی دستشونه. فیلم سکس هم پخش شده، فکر میکنی اون پرنه؟ نه بابا، سکس پرنو سکس یا برهنگی، ببین سکس اینو خوب شد اینو بذار براتون بگم بچه ها، پرنو پرن یا فیلم های پرنوگرافی و اینها، اینها هدفشون انسان نیست، هدفشون پوله و زن و مرد اونا ابزارن برای این پول، ولی کسی که میاد از وجود خود تو مناطق لختی ها مثلا میره شنا میکنه و از برهنگی خودش شرمی نداره، این مشکلی نداره که، این برای پول کاری نمیکنه که، این ابزار جامعه سرمایه داری یا مافیای سکس نیست که، اون با طبیعت خودش آشتی کرده. ما همه سکس داشتیم، همه انسان، یعنی سکس یه بخش مهمی از زندگی انسانه. خب وقتی یه نفری بیاد درباره سکس خودش صحبت بکنه و حتی این رو پابلیش کنه، بیاد در اختیار دیگران قرار بده، به ما لطف کرده. ولی کسی که پرن باشه، یعنی بیاد ای بکن بکن بکن، اونم با اون برنامه ریزی و مدیریتی که سیستم های سرمایه داری دارن که چجوری از ضعف مردم استفاده کنن که این ابزارهای خودشون رو، یعنی منافع خود مادی خودشون برسن، خب این خیلی فرق میکنه. اون طرف دنبال منافع شخص صرف مادیش نیست، بلکه خودشه. حالا تو این رابطه هم دیگران رو با استفاده میکنن، دیگران فیلمشو میبینن یا دیگران از تجاربش استفاده میکنن، فبه این هیچ اشکالی نداره. چنین سکسی نه شرم داره، نه حالت بد ایجاد میکنه، نه حس بد، انسان تازه لذت میبره. شما ممکنه یه بوسه خیلی قشنگی رو ببینید، واقعا براتون خیلی صحنه قشنگی باشه، یه دونه بوسه حتی معمولی یک آدمی که چندشه یا مثلا یک مصنوعیه براتون حال به همزن باشه، ولی من حتی میتونه یه لمس یه همچین حالتی ایجاد بکنه. پیرزنه چروک، خب چروک باشم دیگه بابا، تعلق داره عزیز من. من که نمیخوام بدن من که همین بدن یه دونه سیب وقتی مرحله اول کوچیکه اینجوریه، بعد بزرگ میشه، بعد میره، بعد دیگه خب معلومه میمونه، در مراحل مختلف شد پی میکنه دیگه. چروکای من به من تعلق داره دیگه، خب باشه هست دیگه، باید باشه. اصلا قشنگی این پروسه است. درباره سکس با محارم هم من یک بار لایف گذاشتم، فعلا الان نمیخوام بزنم. بچه ها در مورد این مسئله منافع شخصی که الان صحبت کردم، بذارید بحثی که امروز تو گروه بودم بهش اشاره کنم. ما امروز تو گروه یه بحثی بود در رابطه با یکی از بچه هامون که این خانم خب خودش هم اومد اشاره کرد و برگشت گفتش که من مشخصا مدافع سیستم سرمایه‌داری هستم و دنبال این هستم که خب خودم رو به یکی از سرمایه‌دارهای جامعه تبدیل بکنم و ابزارهایی هم که دارم به عنوان یک زن استفاده میکنم از این. خودش دیگه توی صحبتهاش مشخصا مطرح کرد. این خانم خب هم زیبایی داره، هم موقعیت کاری خوبی داره، نمیدونم لوندی خوبی داره و
یکی دیگه از بچه هم اتفاقا خیلی از بچه ها در تایید این خانم یه دفعه برگشتن گفتن خب زن و لوندیش دیگه، که اتفاقا این بحثا باعث شد من دیدم که چقدر ما حد تو همین گروه خودمون کسایی رو داریم که بیس زندگیشون روی منافع صرفا مادیه، و شما مهره هایی هستید تا موقعی که با این تفکر هستید حتی نقاط قوت نقطه. یکی از بچه ها پرسید زیبایی نقطه قوت نیست، طرف زیباست، جذابه، قشنگ صحبت میکنه، لونده، موقعیت مالی خوبم داره، ماشین آخرین سیستم هم داره. بله همه اینا نقاط قوته، همه اینا نقاط قوته. اینجا هم یه پسری توی گروه ما از یه پسر جوانی این خانم رو دیده بود و دو سه تا ویدیوهاش و حرفاش و فلان و عاشق شده بود و براش یه دونه هدیه خیلی بزرگ، نمیدونم حالا خودش در اوج بیپولی خودش براش یه هدیه گنده، اونم گل، حالا گلایی که مثلا شاید 5-6 روز 10 روز حالا بگیم 10 روز بیشتر دوام نمیاره، براش فرستاده بود. این مسئله باعث شد که من اونجا این بحث رو مطرح بکنم و بگم که از این نقاط قوت ما چه استفاده هایی میکنیم، آیا صرف برای منافع مادیمون؟ بحث اینه، من الان زیبایی دارم، آیا از این زیباییم استفاده بکنم برای اینکه طرف اومد به قول معروف خرش کنم، تورش بکنم، یه ذره مثل همین چیزی که 999 تا از هزار تا آدمای جامعه ما به این سیستم هستن، با این فرهنگ هستن. من میخوام اینو نقد کنم. معلومه تو این گروه 250 نفری ما هم ما باید روی این حساب بکنیم حداقل که از این 250 نفر حداقل 230 نفرشون بیس تفکرشون اینجوری روی صرف منافع مادی، طرف میاد سریع جذب زیبایی طرف بشه، جذب لوندی طرف بشه، این نقاط قوتی که توی جامعه ما به عنوان معیاره. شما جذب ماشینش نمیشین، جذب ثروتش نمیشین، جذب موقعیت مالیش نمیشین. من ممکن الان بگم خب من یه خانم دکتر هستم، خب از این موقعیت از این استفاده بکنم. من چرا دارم میگم اینها تعیین کننده نیستم. سعی کنیم تمام روابطمون رو به جایی بکشونیم، از همین نقاط قوتم هم که طرف اومده دنبال دکتری من، دنبال خوشگلی من، من اینو بکشونم به یه مرحله بالاتر، به یه مرحله انسانی. نه اینکه طرف رو بگم خب حالا که این الان این ضعف، این نقطه ضعف رو در مقابل من داره، من هم از این بیشتر در اون بالا بردن این معیارهای مادی خودم استفادهش کنم. نقد من اینه. سرمایه داری مافیای سکس هم داره از همین استفاده میکنه دیگه. مافیای مواد مخدر داره از همین استفاده میکنه دیگه. هدف چیه؟ منافع مادی. یکی دیگه از بچه ها فاطمه برگشته رو گفته زن و لبندیش. خب با این ملاکاتون هستش که تمام نیروتون میره، پولاتون میره رو ناخوناتون، رو موهاتون، یه دونه عکس فلان افتاده بود. همین فاطمه یک بار یه ویدیو خیلی هم خوشگله، اصلا یکی از بچه های خوشگل گروه ماست، خب افته وای من اینجا زشت افتادم، من اینجا فلان، تو رو خود اونو پاک کن، فلان کن، ای وای منو نبینن. 3 ساعت 4 ساعت نمیدونم 10 ساعت میری توی این چیزا. خب باشه اصلا بذار منو زشت ببینه، بذار منو اینجوری ببینه. اصلا من وکیل نیستم، من دکتر نیستم، من فلان نیستم، من یک انسانم. و آیا من از اینکه این نقطه زیبایی رو دارم، نقطه قدرت رو دارم، نقطه مالی رو دارم، ماشینم رو دارم، از اینا میخوام استفاده کنم که طرف بیاد به سمت من و بعد به کجا بکشونمش؟ ماشینم رو دوپل کنم، کارامو بیشتر بکنم، یا اینکه اون فرد رو هم بکشونم به رابطه برابر با خودم؟ انقدر که این افراد کمبود دارن، اونایی که ضعف دارن، کمبوداشون رو رفع کنیم، کمبودای روحی روانیشو من
رفع کنیم. وقتی من دارم میگم تو خونه من کار کردی، من میرم خونه تو 10 برابر کار میکنم. بعد ببینه این کار میکنه یا اینکه نه، من چیز، من فقط به شما تراپی میکنم، منم خودم رو میگم نه شما اومدید فلان کار کردی تو خونه من، نمیدونم مثل نمیدونم خر کار کردی، من فقط اینجا برای تو حرفای قشنگ میزنم تا شاد بشی. نمیشه دیگه عزیز من، این فرد رو توی نقطه ضعف خودش بیشتر بردی. خب دیگه من چی کار کنم که برای من این همه کارا میکنن؟ اگرم کسی بیاد اینو نقد کنه میگن حسود. معلومه من حسودم، من حسادت من بسیار قویه در مقابل تمام این زنها، چون ابزارشون، ما توی همین هامبورگ زنی رو داریم که خب با ماشین فلان معلومه تمام میاد از من قرض میگیره، از منی که هیچ، آقا بهش میگفتم با ماشین 120 یورو 120 هزار یورویی خجالت نمیکشه میای از من قرض بگیری، پول برقمو ندادم، پول فلانمو ندادم، پول بهمانه، ولی باید تمام این ظاهرش رو، تمام این چیزاشو، فیسان فیسان 3000 یوروییش رو از سر تا پاش باید 3000 یورو بشه. بار گفتم سر تا پای من 5 یورو هم نیست، تو معلومه دیگه همه میان به سمت تو میان. خب این ملاکا رو بشکنیم، چگونگی استفاده از تمام این نقاط قوتی که هر کدوم داریم و به کشوندن جامعه و افرادی که نقاط ضعف دارن به سمت برابر شدنشون، به سمت نقطه قوت شدنشون. خیلی کسا به سمت من به عنوان میان که سکس، مثلا میگن ای وای طرف میاد به عنوان سکس با من، خب من اینو نمیکوبم که، میگم خیلی خوب فکر میکنه من یه زن سکسی ام، میاد سمت من، این یه نقطه قوت تو من اومده پیش من، خب من اینو آدم رو به یه جایی برسونم که این نقطه قوت رو فکر نکنه که خیلی مهمه، به یه مرحله بالاتر برسونم، حالا که اومده سمت من، این هنر منه که من بتونم این برنامه ها رو انجام بدم، وگرنه خب منم بشم بگم خب طرف به عنوان خب سکسی هستم اومده سراغ من دیگه، خب شما خواستی شما هم سکسی باشید، خب چه فرقی میکنم با اون سیستمی که توی جامعه ما هست؟ چه فرقی میکنم؟ اینه فرهنگ سازی ما. امروز بچه خواب خیلی جالبی هم دیده، وای وای وای، امروز گفتم خواب دیده که روی کعبه رفته رقصیده، وای چه تعبیر قشنگی هم من کردم ازش، گفتم انقدر که تو ویژگی های جالبی داری، تو روی نقطه ثقل جهان خواهی رقص خواهی کرد، شادی را به کل جهان خواهی داد. آفرین آفرین. زیا یکی از دوستای ما پای واقعا کم بود دیگه، کم بود هیچی دیگه، برای یه دختری هم که من باش آشنا کرده بودم تو خونه من آشنا شده بود، من میدونستم این دختره از اون تیقی های، اصلا صحبتاش مشخص بود، به بچه ها تو گروه همون گفتم، بعد این گفت نه دختر جوونه 27-28 ساله، هیچی دیگه، با دو سه تا چند ماه نه یه چند هفته همینطور هر روز زنگ میزنه عاشق قربونه چشمات برم فلان اینا، برام 500 یورو 300 یورو 400 یورو 3000 یورو از این کاسیره میکنه ازش میکشه، و وقتی پولاش تموم شده بود اومد به من که من به اون دختره آیشه بود گفتم آیشه، خیلی ناراحت شدم چون زیاد میشناسم دیگه، باهاش دوست هستم، خیلی ناراحت شدم براش، گفتم وای من چیکار کنم این یه ذره از این حالتهاش واقعا کم بوداش، حالا خیلی خیلی بهتر شده ها. بعدش گفتم که زنگ زدم به آیشه گفتم اگر تو با این زن مرد با زیا یک بار حتی دعوتش میکردی، باهاش مثل یه آدم یه کافه میخوردی و اینقدر از ضعف‌های این استفاده نمیکردی، این 3000 یورو نوش جانت میشه، ولی تو اینقدر پستی که حتی این کارم نکردی. به هر حال این نمونه، از این نمونه ها من خیلی زیاد دارم که باید بهشون حسودی کنیم دیگه.
زیبا، مرسی، ممنون، بای بای.